به نام خدا. درس نهم، محیط نرم افزار افتر افکت. محیط کاری نرم افزار افتر افکت متشکل از دو بخش اساسی می باشد. آنها عبارتند از مینوها و پنل ها. شرکت ادوبی نرم افزار را طوری ساخته است که ابزارهای بسیار مهم و کاربردی را در پنل ها جا به جا ساخت نموده تا کاربر به آسانی و بدون زیادی وقت از آنها بهره برداری نماید. در واقع پنل ها محیط کاری نرم افزار را تشکیل می دهد. همچنان مینوهای نرم افزار حاوی بعضی از ابزارهایی است که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و نیز بعضی از ابزارهای تخصصی و تکنیکی در مینوها جابجا گردیده است. افتر افکت قابلیت فوق العاده بالا در زمینه ویرایش ویدیوها و طراحی ویدیوهای گرافیکی دارد. ولی لحاظا این نرم افزار به صورت پیشفرض برای هر ساحه کاری مشخص محیط کاری مناسب را ساخته است. به طور مثال اگر کاربر بخواهد که روی پروژه های ساخت انیمیشن کار نماید، باید محیط کاری مربوط به انیمیشن را از گزینه های محیط کاری انتخاب کند. محیط کاری یا که در خود افتر افکت به نام ورک اسپیس هم یاد میشه، این کار به کاربر کمک میکند تا ابزارهایی که در ساخت انیمیشن حیاتی است را در محیط کاری خود داشته باشد و با آسانی مورد استفاده قرار بدهد. انتخاب محیط کاری مناسب کار بسیار ساده و آسان است که در ذهن نحوه انتخاب آنها و خصوصیات هر یک آنها را به جزئیات شرح می دهیم. به صورت پیشفرض در قسمت ورک اسپیس چندین ورک اسپیس را شما برای شما از قبل افتر افکت آماده ساخته، ولی شما می توانید که پنل ها را به دلخواه خود هم بچینید. خب میریم همین قسم در نرم‌افزار افتر افکت و پنل ها رو به شما توضیح میدیم. خب قبل از اینکه ما روی پنل ها بریم، همین قسم که در درس قبلی ما برای شما قبل داده بودیم، میریم و فولدر کش خود تغییر میدیم که این قسم هر کسی که درایو سیش پر باشه، این قسم مسیج در اول برایشان نبیه و برایشان مشکل ساز نشه. در این قسمت یک ویلکم ویندو برای شما میاد. در ویلکم ویندو اگر شما پروژه که از قبل کار کرده باشین، در این قسمت لیست میشه براتون که یک پروژه را شما روی او پروژه چندین روز وقت میمونین و چندین روز کار میکنین. همین قسم وقت هر بار که شما پروژه را باز کنین، نیاز نباشه که شما دوباره برین و پروژه را از سر پیدا کنین و باز کنین. در این قسمت برای شما پروژه ها لیست میشه و همون پروژه که رویش کار میکنین تمام میتین از این قسمت باز میکنین. و در این قسمت هم نیو پروژکت هست و از این قسمت هم میتونین اوپن پروژکت، پروژه که شما در اینجا ثبت نشده و دیگه در کامپیوترتون در درایو ذخیره دارین یا از روی فلش، از این قسمت اوپن میکنین. و همچنان همی نیو پروژکت این قسمت کرییت نیو هم این قسمت هست. این رو ما بسته میکنین، بای کاری نداریم. خب میریم در مینوی ایدیت قسمت پرفرنسز میدیا اند دیسک کش در این قسمت وارد میشیم و در این قسمت مکزیمم دیسک کش 6 جیبی انتخاب کرده و شما میتونین این را سایز شما تغییر بدین و همچنان شما میتونین که آدرس فولدری را که کش میدیا کش را ذخیره میکنند در اونجا تغییر بدین. فعلا در درایو سی است و در فولدر تمپت. ما میریم لوکیشن این را تغییر میدیم در فولدر. خب در اول میریم در یک از درایوهای ما که جای زیادتر داشته باشه یک فولدر به نام تمپت یا کش جور میکنیم. در اینجا افتر افکت کش فایلز فولدر ما ساخته شد
روی ازی فولدر دبل کلیک کرده و سلیکت فولدر میزنیم. جای تغییر کرد و کنفرمد میدیا کش، ایران میتونید شما دوم فولدر تغییر بدین. در وی جی و فولدر افتر افکت ویدیو کش سیلیکت در اینجا برای شما یک اختاری همیه موف دی اگزیستینگ ویدیو کش دیتابیس تو نیو لوکیشن اور دیلیتد. از شما پرسان میکنه که ویدیو کش دیتابیس ویدیو کش رو شما میخواین دیلیت کنین یا که در جای نو انتقال بتین. شما میگین که ما دیلیت میکنیم و انتقال بتین، روی موف کلیک میکنین و همین قسم فولدر کش ما تغییر کرد. اوکی میزنیم. خب نمازار افتر افکت از مینوها ساخته شده و پنل ها. مینو در قسمت بالایی در مینو بار قرار داره و پنل ها موقع ورک اسپیس افتر افکت را تشکیل میده. در قسمت گزینه دیفولت است از جمله مربوط ورک اسپیس میشه، اینا این محیط کاری مربوط دیگه لرن است و استاندارد. این تب یا امی ورک اسپیس لرن برای کسایی است که تازه نرم افزار ادوبی افتر افکت را یاد میگیرن. امی قسم شما وقتی روی لرن کلیک میکنین در اینجا برای شما توتوریال ها یا آموزش های افتر افکت را برای شما میاره که شما میتونین هر کدام از اینا را باز کنین و یاد بگیرین و همین قسم برای شما تمامی اینه که در محیط لرن شما پروژه کار نمیتونین در واقع کاملا مثل که در محیط های دیگه کار میکنین. در اینجا محیط پنل ها کلن طبق مرحله آموزشی که خود افتر افکت برای شما فراهم کرده همین قسم محیط پنل ها همیشه تغییر میکنه. ممکن است یک وقت پنل ها زیاد باشه و در اول هم تعداد پنل ها کم است. به صورت بسیار ساده سه پنل در اختیار شما میمانه، پنل پروژکت است، پنل تایملاین است و پنل کمپوزیشن است. سه تا خیلی به صورت ساده که کسی برشان گیج نشن و رای خود بتونن پیدا کنن. خب ما دوباره پس میریم سر قسمت ورک اسپیس. استاندارد است. اگر ما از این قسمت استاندارد رو ما انتخاب کنیم همین قسم برای ما چند تا پنل کاربردی برای ما میده که همیشه در تمام پنل ها پنل پروژیکت، پنل تاملاین و پنل کمپوزیشن موجود است. در قسمت هم برای ما پنل افکس میده و همین قسم پریویو و انفورمیشن. پریویو از اینجا شما میتونین وقتی پروژه خود کار کردین و میتونین از اینجا پریویو بگیرین و بعضی گزینه های دیگه میتا که روی ازو بعدا میاییم روی دیگه موضوعاتی پنل. دوباره وقتی ما روی از دو تا علامت تیرمانان کلیک کنیم برای ما گزینه های بیشتر برای ما میاییم. اسمال اسکرین است از جمله. اسمال اسکرین در صورت شما انتخاب میکنین که اسکرین صفحه کامپیوتر شما خورد باشه یا که شما در تبلت یا ایپد نرم‌افزار رو نصب کرده باشین و تو کار کنه. خب اسمال اسکرین است. لایبرریز است. در قسمت لایبرریز فقط تنها کار که میکنه یک پنل لایبرری که در کلاود وصل است، ادوبی کلاود، کریتیو کلاود برای شما گزینه رو میده این پنل که اگر نرم افزار شما خریداری کرده باشین یا سابسکرپشنش خریده باشین در قسمت برای شما فوتیجا که از جمله عکس ها، ویدیو و وکتور ها میباشن از این قسمت دسترسی دارین شما. و دوباره میریم All Panels. وقتی شما All Panels را انتخاب کنین برای شما پنل های زیادی در اختیارتان میمونه
که تمام پنل ها نیست در ولی پنل های زیادی در اختیارتان میمونه. وقتی شما بخواین بفهمین که تمام پنل ها را در اختیارتان مانده یا خیر، شما میتونین در مینوی ویندو برین و تمام پنل ها در اینجا وجود داره. پنل هایی که در اینجا در اختیار شما مانده شده همه تیک مارک شده و پنل هایی که در اختیار شما نیست و شما میخواین بیارین، از قسمت شما هر کدامی را که میخواستین بیارین روش کلیک میکنین و در اینجا اضافه میشه. و پنل دیگر، ورکسپیس دیگر، ورکسپیس انیمیشن است یا محیط کاری انیمیشن. در محیط کاری انیمیشن محیط پنل ها طوری برای شما چیدمان شده که برای انیمیشن ساده تر باشه. خب چون سایز اسکرین خورد است، برای ما نمایش زیادی از پنل ها را در اختیار ما نمانده. این قسمت فقط اگر مثلا شما اسکریپت های مخصوص انیمیشن را نصب کرده باشین، در اینجا اسکریپت ها اضافه میشه پنلش. در این قسمت اسنشال گرافیکس است. اگر شما این را انتخاب کنین، برای شما یک گزینه نوی، یک تپ نو در این قسمت برای شما باز میشه، یک پنل نو که اسنشال گرافیکس نام داره و این هم کارهای بسیار خوب داره که از این قسمت شما میتونین کالر را تنظیمات کنین و خیلی از قابلیت های خوبی داره اسنشال گرافیک که این قابلیت در تازه در نرم‌افزارهای ورژن 9 اضافه شده که فکر کنم از ورژن 2019 بود فکر کنم که قابلیت اضافه شد. پنل کالر، خب پنل کالر را داریم در این قسمت. در پنل کالر وقتی شما پنل کالر را انتخاب میکنین که میخواین روی کالرینگ ویدیو کار کنین و این قسمت لومیتریسکوپ را برای شما میتر. لومیتریسکوپ در کالرینگ بسیار برای شما کمک میکنه، گراف های سگانه رنگ را برای شما میتر که RGB همین قسم طبق گراف شما میتونین با خوبی رنگ هایتان را بفهمین که کدام رنگ ضعیف است، کدام رنگ قوی است اینجا و چه قسم اینا رو میزان کنین و چه قسم یک رنگ خوب، یک تونی خوب بیبیتین، رنگ گرم کنین، سرد کنین، در یک قسمت شما میبینین و همه قسم بیت رنگ ها رو در یک قسمت. خب ادامه محیط کاری را در درس بعدی با هم کار میکنیم.